به ادامه محور خوش آمدید وزارت مهاجران و عودت کنندگان از زندانی بودن نزدیک به 6 هزار مهاجر افغان در پاکستان خبر می دهد این وزارت می گوید که از بحر رهایی این مهاجران افغان با مقامات حکومت موقت پاکستان گفتگوها جریان دارد همزمان با این برخی از فعالان عرصه حقوق مهاجران از حکومت موقت پاکستان می تا برخلاف نرم جهانی با مهاجران افغان رفتار نکند وزارت مهاجران و عودت کنندگان می گوید که نزدیک به 6000 مهاجر افغان در حال حاضر در زندان های پاکستان به سر می برند. موین این وزارت به طول نیوز می که این مهاجران به علت های گونگون بازداشت شدند و گفتگوها از بحر رهاییشان با مقامات حکومت موقت پاکستان ادامه دارد. کشور پاکستان حدودا 6000 مهاجر زندانی هستند و از سال جاری جاره تا به این حال حدوداً 600-700 نفر از کراچو و از دیگه ها اینا آزاد شده اگستن. همزمان با این نمایندگان مهاجران افغان در پاکستان با انتقاد از رفتار پلیس این کشور میگویند که در میان مهاجران زندانی افراد دارای مترک نیز وجود دارد. از مجامی بین ملی به خصوص از سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجر پذیر دنیا احترامانه تقاضا میکنیم که با مشکلات مهاجرین و پناهجویان افغانستان تماشاگر نبوده باشن آره یا گفته بود پلیس ها داخل خانه خود افغانای ما تلاشی میکنن کسی که ویزا داشته باشه خوب کسی که داشته باشه رد مرز میکنن یا پیسه میگیره بازداشت مهاجرین در پاکستان سبب ایجاد احساسات ترس و ناامنی بین مهاجرین میگردد و از سوی دیگر تاثیرات منفی بر روابط دو کشور خواهد داشت این در حالی است که بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عدد کنندگان از اول سال روان خورشیدی بیش از 600 مهاجر از زندانهای پاکستان رها و دوباره به با کشور بازگشت داده شدند. و در این مورد بیشتر صحبت میکنم با مهمانم آقای دکتر جنات فهیم چکری و صد دانشگاه در حض... استودیو حضور حضوری یافتند چکری سوی وقتان بخیر بسیار خوش آمین برنامه سپاس گذارو مزید دوات را پذیرفتین و بالا قرار گزارش های پذارت و عدد کنندگان گفتم که از یک به شش هزار افغان در زندان های پاکستان امیان... اکنون زندانی هستن. فکر میکنم با اون که حالا صدها هزار اگر بگویم از پاکستان اخراج شدن در این مقطع از زمان در این زمستان هنوز اکتفا نکرده پاکستان دست بر نداشته علتش در چی است حالا چرا پاکستان میخواید چون چنین رفتاری به ما چون افغان داشته باشه خب پاکستان معلوم دار که در تلاش ازی است که اما خواست نامشروع خود را بالای حکومت افغانستان بقبولانه و از طرف دیگه از سازمان ملل متحد می‌خواد که پول دریافت بکنه <applause> مردم افغانستان میل در حدود 6000 افغانها به طور غیر قانونی کسایی که کس اسناد دارند یا ندارند اونا در قید زندان به سر میبرند اونا به نوع مختلف شکنجه میشن کوشش میکنند که از اونا پول بگیرند اگر پول گرفته نشد بعدا اونا رو روان میکنند به زندان و او افغانایی که در پاکستان هستند و منتظر ویزا هستند که میرند به کشور سالز. مکلف هستند که باشند به خاطر ازی که آینده و سرنوشتشان معلوم باشند اونا هم مجبوریت خود را دار افغانایی که در اوجه هستند و پاکستان هم از لجاجت خود نمیگذره و در تلاش ازی هستند که باید همون سیاست های غلط خود را میخواهند بالای حکومت افغانستان بقبول آنند و پاکستان هم کشوری است که میگن نشه اقرب نه از راه کین است اقتضای طبیعتش این است هر حکومتی که حاکمیت داشته باشه در افغانستان پاکستان مثل معقرب نش میزنه <applause> بدون از اینکه امرای کسی کینه داشته باشه و برای حکومت امارت اسلامی هم با وجود که تلاش های خود را کرده دوازده <applause> کمیتر ایجاد کرده به خاطر پذیرش مهاجرین تلاش های خود را میکنه اما برای مردم افغانستان بسنده نیست ما درست. باید دی فکر باشیم که در داخل افغانستان برای پذیرش مهاجرین خود چی را بکنیم و زمینه زمینه کار برشان مساعد بکنیم زمینه مسکن خوراک و, زمینه که لوازمی که گرم کننده است برای مهاجرین اونو موارد را باید از امکانات داخلی درست. امارت اسلامی برشان فراهم کنیم میخوام بیشتر بپرسم در مورد که برنامه داخلی باید به خاطر رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان چگونه مهم. باید باشند با آنکن آنان که که برگشتانده شدن در نهایت حالا به شما دو نقطه اشاره کردین که خاص نامشروع پاکستان که میخوان امارت اسلامی رو وادار با بسازند تایی که به های نامشویشان تن بتن و سیاست های غلطشان فکر میکنین خواست ها چی میتونه باشه که حالا میخواین از ماجران افغان به اون ابزار استفاده بکنه و امار اسلامی در نوعیت بپذیره این خواست خب الحمدلله در افغانستان یک حکومت آمده که همو استقلالیت خود را به طور منادارش حفظ میکنه و از منافع ملی کشور و از تمام ترزی کشور دفاع خود را کرده اما پاکستانی هم تلاش میکنه که همی هایی که از افغانستان به شکل رایگان به پاکستان میره میخوایه که همی آبها به شکل رایگان و دوامدار باشه در داخل افغانستان البته این خاصی است از که از طرف امارت اسلامی واضح گفته نشده اما در طول 44 سال گذشته ما که میبینیم خاصی پاکستان از افغانستان همیشه بوده و کوشش کرده که افغان‌ها ها را تحت شکنجه و تحت زجر قرار بدن تا به خواستایشان عمل بکنه و دومی که در سیاست خارجیشان باید روابط افغانستان با هندوستان باید تحت نظر پاکستان باشه ای چیزی هستند که پاکستانیا ها ای را میخواین. و در رابطه با که افغانستان باید یک مارکت مصرفی برای پاکستانیا باشه و امو تجا امو مسیر تجارت پاکستان از طریق افغانستان با میانه و بالاخره به با مارکت خوب برای روسیه از طریق افغانستان باید باشه اینی مواردی هستند که پاکستانیا در ظاهر قضیه یا مهاجرین افغان افغانستان را من یک ابزار ازش استفاده میکنه و در عقب پرده می چیزایی هستن که ما خدمتتون بسیار یک سه چهار مورد کم و کوتاه رو براتون گفتم و دیگه موضوعات هست که پاکستان میخواه که افغانستان را همیش در سیاست خارجیش تحت تصرف یا تحت کنترل پاکستان اما چرا نمیخوان چکرسی مثلا پاکستان به ویشب یک افغانستان مستقل وجود داشته باشه که افغانستان باثبات در کنارش باشه همیشه مثلا خواستایی که موضوع آب شما اشاره کردین موضوع سیاست خارجی را که خواهند بیشتر در کنترل اونا باشن چرا میخوان که مثلا افغانستان بیشتر در تحت کنترل اونا باشن همسایه دیگری هم وجود دارن افغانستان در نهایت چی داره که حالا پاکستان همواره داره به هر نوع فشار وارد میکنه درگیری هم هست از بعد به تاسیس تا امروز ما میبینیم که کمسای خوب گفتن نمیشه با ما بیشترم به آرها بمی هست. خب اگر یک مقدمه عرض کنم خدمت شما که وقتی که امریکا از افغانستان برآمد پنج کشوری که از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است افغانستان فضای سیاست خارجیش باز است یعنی هیچ کشور تانوز ما روابط بسیار نزدیک که بتانیم یک مراودات عمیق سیاسی و اقتصادی باش داشته باشیم تانوز وجود نداره و پاکستانی های ایره همیش که اگر شما می‌خواید که با غرب روابط تمین بکنین باید از طریق اسلام آباد باشه که شما با غرب برسین و اگر از لحاظ اقتصادی هم شما میخواین که با چین روابط پیدا بکنین باید از طریق پاکستان باشه که امارات اسلامی بسیار روابط مستقلانه و بسیار طبق منافع ملی کشور تانسته که با چین روابط های خود تمین بکنه یک پالیسی بسیار خوب بود و ما را تقدیر میکنه این عمل کرده امارات اسلامی لیکن در بود سیاسی یک آرمان بسیار خوب است که ما بتانیم مستقیم با غرب در تماس باشیم ایره پاکستانی ها اجازه نمیتا تا های مختلف را برای حکومت افغانستان ایجاد میکنه که باید اگر که ما بخوایم رابط تمین بکنیم با غرب باید از منظر اسلام آباد باشه یعنی <تص> به با کانال های ارتباطی ما در نهایت پاکستان باشه یعنی افغانستان نتونه مستقیما وارد گفتگو یا تفاهم و کشور دیگر مستقل با گونه مستقل نباشه باشه دقیق به خاطر که پاکستان هم فعلا هم 60 فیصد مردمش تحت خط فقر است و مشکلات اقتصادی زیاد داره از صندوق وجهی بین المللی پولی از بانک مرکزی قرضدار است از چین قرضدار است از امریکا مصارف قوی مسلحشان میپردازه کوشش میکنند پاکستان از افغانستان منعیس یک منبع آید آیداتی اقتصادی و سیاسی همیشه استفاده بکنند و چکلی بالا یک موضوع دیگه هم است که مقامهای مقام های پاکستانی گفتند که افغانستان با ثبات میتونه به نفع پاکستان هم باشه به با نفع منطقه هست از یک طرف تلاش میکنند که مسئله افغانستان کنترل بکنند از یک طرف دیگر مثلا بیشتر به ای است که هیچ زمان پاکستان میخواد که افغانستان با ثبات باشه پس این رفتار رو دکنه با چی معنی است از یک طرف میگن که ثبات افغانستان به این معنی است که ثبات در پاکستان هست اما از یک طرف میخوان که افغانستان باز تلاش میکنن به ثبات باشه خب یکی حکومت نظامیه پاکستان است حکومت ملکیش حکومت ملکیش یا مردم پاکستان بسیار مردم خوب و همیشه کوشش میکنند که روابط حسنه با مردم افغانستان داشته باشند برخورد نیک دارند و نیت خوب هم دارند اما بحث حکومت نظامی یا استخباراتی پاکستان تحت تسلط یا تحت قیمومیت حکومت ملکی پاکستان نیست او چیز که حکومت ملکی میگه در ظاهر و در باطن از طرف حکومت حکومت نظامی و استخباراتی حکومت ملکی از طرف حکومت استخباراتی پاکستان رد میشه و سیاست دوگانگی بازی میکنند و از اما نظریات یا پالیسی که حکومت ملکی دارند از طرف حکومت استخباراتی پاکستان همیش رد میشه مم. مشکل این است که چکریس در اول وقت امارت اسلامی دوباره روی کار آمد در قدرت حتی پاکستانی هم بسیار خوش خوشبین بودن که احتمالا که رابط میان اسلام با و کابل بهتر شد اما دیدیم که ما شاید درگیری های مرزی بودیم و کش ها و تنش ها هم که بودیم چرا فکر میکنید که هیچ دولت تا اینجا کار نتونست در افغانستان و حتی در خود پاکستان هم یک رابط خوب دوستانه و بر مبنای منافع ملی دو طرف و احترام متقابل اونا را تثبیت بکنن و تحکیم باشن در طی 20 سال گذشتم هم حامد کرزی و هم اشرف غنی بسیار تلاشا کردند که ما روابط حسنه با پاکستان داشته باشیم چون یک کشور است که در همسایگی ما و مرز بسیار طولانی سرحدی بایش داریم هم از لحاظ لسانی و هم از لحاظ مذهبی مشترکات بسیار زیاد داریم با پاکستان حتی خصوصا کسایی که در بلوچستان و کویت و پشاور هستند یعنی میتونیم گفته که هیچ نوع اختلافات با این دو کشور بین مرز افغانستان و پاکستان وجود نداره بسیار تلاشا کردند و اما حکومت نظامی پاکستانی و استخباراتی اونا منافع کلان دیگه دارند که او در بی‌ثباتی افغانستان میتونند که او را حاصل بکنه و ای که دی وقتا بسیار اما تشنج و تنشها و لفظی و حتی در اما میز بین المللی در میز خطابی بین المللی پاکستانی ها کوشش میکنند که اما پرستیج افغانستان را لطمه وارد بکنند هدفشان امی هستند که باید از افغانستان مثل سابق که در تای 20 سال میتونستن که استفاده بکنند یا در طی 44 سال گذشته بعد از یوم مت استفاده بکنند اما وزارت آب و برق امارت اسلامی اعلان کرد که ما بند را ما میخواهیم که قرارداد بکنیم یک آب کردن برش بسازیم بله. از طرف سخنگوی امارت اسلامی و وزارت دفاع این اعلانات شده رفت که مطلق به منافع ملی افغانستان است و هر عمل کردی را که حکومت افغانستان انجام میده و بالاخره او به با منافع ملی مردم تمام میشه مردم افغانستان بسیار صادقانه و با یک صدای رسا از امو عمل کرد امارت اسلامی حمایت میکنند بدون اینکه امو عمل از طرف خود از اینها بیشتر جنبه تبلیغاتی هم نداره اما این چیزی که امو کار مثبتی که از طرف یک حکومت انجام میشه با ضرورت به ثابت کردنش نیست همون مردم افغانستان خودشان آگاه هستند هوشیار هستند میتونن که ایره تشخیص بدن که ما عمل کرده حکومت ما تا کجا به منافع ملی ماست و تا کجا به ضرر ضرر مردم افغانستان است بهتر است که امارت اسلامی با جنبه های تبلیغاتی هم مگر اگر اندازه توجه بکنه تا به تمام مردم افغانستان اما فعالیت های خود را بتانند برساند و اگریسی فکر میکنید که پاکستان در آخر چی شاید ازی بودیم چین و رفتار در خصوص ماجران افغان داشتن حالا بیشتر ما نظر داشتیم که خب کار مناسب نبود و با در چنین مقطعی از زمان کالج زمستان هم هست و افغان بسیار سرد هست فکر میکنید این هایی که امارات اسلامی میتونه در برابر پاکستان داشته باشه و استفاده بکنه حداقل یک تعداد که هنوز هم باقی است ماجر افغان که در اونجا هستن اونا را اخراج نکنند بانند در اونجا چی میتونه باشه فکر میکنید از دید من دروازه های دیپلماسی دروازه های که امو کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد چندین بار بر پاکستانیا گفتند و حقوق بشر پاکستانیا جامعه مدنی پاکستانیا بر حکومت پاکستان گفتند و در سازمان ملل متحد نهادهای حقوق بشری و نهادهای کمک رسان به مهاجران اونا همشان بالای حکومت پاکستان و ایران صدا زدند که شما مهاجرین را در این هوای سرد و بدون اماهنگی و بدون امکانات شما از پاکستان و ایران و حتی ترکیه به شکل اجبار و به شکل تکبر و تظلم شما از کشورهایتان خارج نکنند برای آمادگی کار لازم کار است که باید حکومت افغانستان و آمادگی را بگیره این حرفای این های کمکرسان و سازمان ملل متحد و قبلا که خدمت شما این نهادها را عرض کردم هیچ برای پاکستان تاثیرگذار نبود پس بهتر می است که امارات اسلامی اما بحث تسهیلات برای مهاجرین افغانستان را در اولویت کار خود قرار بده و تمام امکانات که فعلا داره هم از لحاظ مسکن هم از لحاظ ایجاد شغل هم از لحاظ رساندن غذا خصوصا در یوای سرد هم به پلان های میانمدت میان مدت و درازمدت برای مهاجرین بگیرند و امی بهتر است که امی بحث مشکلات مهاجرین که منیس یک ابزار ایر پاکستانی های استفاده میکنه تمام مهاجرین کشیده شود بیاین در افغانستان امیجا بعد از یک سال دو سال جایگاه بر خود پیدا میکنه و امارت اسلامی هم مگر از متخصصین اقتصادی و کسایی که میتونه کار آفرینی بکنه از او دانشمندان استفاده بکنه بسیار بسادگی از همین امکانات کمی که ما فعلا داریم میتونیم زمینا مساید است که بر از اونها زمینه زندگی کردن حداقل متوسط را فراهم بسازیم درست و شکل شما اشاره کردین مثلا گفتین که نهادهایی که در سطح جهانی فعالیت میکنن na daí حقوق بشری و همچنان نهادان نهادهای مدافعان مهاجران هم که از حقوق مهاجران اونا هیچ تاثیرگذاری نداشته بر تصمیم گیری پاکستان تا اینجای کار و ما بارها هم با مقامات که در پاکستان هستن از امارات اسلامی صحبت کردیم و در این برنامه از آقای عبدالجبار تاخری کنسول امارات اسلامی هم در کراچی پاکستان دعوت کردیم که تا اینجای کار وصل نشده اونا هم بارها صحبت کردن و دیدیم که هیچ تاثیرگذار نبود. نبوده نبود پرسش ما این شکر سی که حالا 6000 افغانی که در پاکستان زندانی هستند پس این نهادایی که نمیتونن تاثیرگذار باشه صحبت های امارات اسلامی میکنه میتونه گذار باشه از نمایندگانش که در پاکستان هستن پس کی میتونه که یک در نقش درست رو بازی بکنه وقت رهایی از این زندانیا و برگشتشان به گونه مسالمت است به افغانستان افغانستان که در پاکستان از سفارت افغانستان که در پاکستان است با وجود که حکومت امارت اسلامی خصوصا وزیر دفاع افغانستان بسیار به سراحت برای بالای مردم پاکستان صدا کرد که اونا حکومت خود را وادار بسازند که عمل کرده حکومت در مقابل مهاجرین افغان طبق اما دستورات اسلامی و انسانی باشه اما دیدیم که اونا هم نتیجه نداد من امیدوار هستم که وزارت خارجه افغانستان برای کنسولگری و برای سفارت خود دستور بده که باید واضح بسازه اگر اما صدایشان را مشنوند پاکستانی ها خوب در غیر از او باید سفارات و قنصلگری که از بسته شود و از امو عمل کردشان باید به شکل باشه که بالمثل باشه مهم. چیزی که عمل کرده حکومت پاکستان است در مقابل ماجرین افغانستان باید افغان ها هم از این طرف عمل کردشان بالمثل باشه و این به تذرو و به حضار کردن از این کرد زیادتر نمیشه باید در داخل افغانستان برای ماجرین که در داخل افغانستان میایه امارت اسلامی راه های بدیل را سنجش بکنه <applause> که اما خصوصا کسایی که دعوای رهبری را میکردند بسیار منازل و امکانات مالی زیاد دارند در داخل افغانستان میشه پول از ازم کسایی که خود را رهبر میگفتند و فعلا هم صدا میکنند در خارج که ما رهبر جمعیت هستیم و وطن را ترک کردند رفتم نمیفهم رهبر خو معنای که یا مثل داود خان باید در وطن کشته شود که بگیم رهبر یا مثل زلنسکی در وطن جنگ کنه که بگیم رهبر یا مثل عمران خان باید زندانی باشه این کسا را آدم رهبر بگه اونو کسایی که صدای خود را بلند میکنند و میگن ما رهبر هستیم امی پولایی که از اونا مانده در داخل افغانستان همو پولا مصادره شوه و در خدمت امی مهاجرینی که به شکل اجبار از پاکستان و ایران و ترکیه اخراج میشن و دیپورت میشن در خدمت از اونا به مصرف برسانه یک راه میتونه که این باشه در داخل کشور درست و چکرس با یک باوری است که امارات اسلامی تا اینجای ای کار به رسمیت شناخته نشده و تعامل رسمی با کشورهای دیگر جهان نداره با جامعه جهانی و نمیتونه با ناتوی جهانی آرس شوه که پاکستان در خصوص افغان ها روا داشته و سازمان های جهانی هم که تا اینجا کار کار اثرگذار نبوده صحبت هایشان و نگرانی هایشان شما اشاره هم کردین حالا در نهایت قانون جهانی وجود داره پس به چی معنی است که ما میبینیم افغان ها آزار اذیت میشن شکنجه میشن زندانی میشن رفتار بسیار غیر انسانی هم صورت میگیره پس قانونی که ساخته شده جهان و نهادهایی که فعالیت میکنن به چی اساسی هست؟ خب به قول فوکویاما که میگفتند در یک سیمینار رایه کرد در دانشگاه هاروارد امریکا میگفتند که بحث حقوق بشری بحث مراد کردن یا قوانین اعلامه جهانی حقوق بشر یا دموکراسی این چیزایی هستند که ابزار است در جایی که برای ما به مردم امریکا و غرب تمام شوه از این ابزارها استفاده میکنیم در غیر که در غیر از که به ما تمام نمیشه باز روی از روی کاغذ باقی میمانه و ما از او از این ابزار باز ما استفاده نمیکنیم این شما ببینید که مهاجرین هم که است در غرب در حتی در ترکیه ما دیدیم رفتیم وضعیت مهاجرین که هستند از افغانا ما مرفتم می میدیدم ما در پوهنتون یک بخش تحقیقات داریم به مخاطر مرفتم می تحقیقات میکردیم اه. او جا مهاجرین مهاجرین درجه اول و دوم و سوم است تمام مهاجرین به یک دید دیده نمیشه. هم اگر داخل اروپا هم ببینیم این مشکلات وجود داره باز خصوصا مهاجرین که در پاکستان باشند و در ایران باشند هیچ وقت امو ارزش های حقوق بشری و انسانی که بر دیگه برای دیگه انسان ها در نظر گرفته شده و در کاغذ نشته شده برای زینا عملی نمی و چیزی که شما اشاره کردین چکریسی مثلا کتگورایز کردن مثلا طبقه اول و دوم و سیوم و کردن مثلا من چیزی که مثلا در پاکستان دیده میشه احتمالا آنچه که من پرداشت کردم مثلا در پاکستان ماجرانه که اوجو سرمایه گذاری هنگفت کردن اونها اخراج نمیشن اونایی که مثلا این چیزی ندارن اخراج کردن آیا دمی که شما اشاره کردین بایدشت ترکیه ممین گونه است مثلا طبقه اولی که هستن به هستن اونایی که مثلا شاید سیون باشه با اخراج میکنن یکی از لحاظ سرمایه گذاری است که در اوج هم طبق بندی وجود داره در پاکستان ما طرفدار زمی هستیم که تمام مهاجرین را که مهاجرین را که شما اخراج میکنید خود تمام مهاجرین را اخراج بکنید کسایی که سرمایه گذاری هم کرده با. او را اونا اخراج بکنید اما حقیقت است که بر از اونها یک حتی کارت پاکستانی برشان ساختند امی زمینه را مساید کردند که اونا منیس یک پاکستانی در داخل پاکستان زندگی بکنند چون برای دولتشان مالیه میتند و به نفع کشورشان تمام میشه و گفتم میشه بیش از 3 میلیارد دلار افغانان سرمایه گذاری کردند در پاکستان یعنی در مجموع در دبی ایران، پاکستان و ترکیه در حدود 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده اگر ای احساس وطن زیادتر شو و بخوایند که اما درد مهاجرین افغانستان را درد خود بدانند بیندم سرمایه گذاری را در داخل افغانستان بکنند فعلا بسترهای مناسب در داخل افغانستان فراهم است به خاطر سرمایه گذاری و بعض تشویش که سرمایه گذاران دارند در داخل در خارج افغانستان و اونا تشویش های هستند که اگر ما در داخل افغانستان بیم اینی سه چهار موانع را اونا اعلان کردند اونو موانع ها را به خاطر رفش امارت اس. باید تلاش بکنه تا یک دلگرمی برای از اونا پیدا شوه و بیان در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه یک نگرانی که امورا وجود داره و نهادهای سازمان ملل هم چکریس نگران بودن همون که شما واقف هستین گفتن که با برگشت دادن این مهاجران به افغانستان احتمالا بحران در افغانستان بیشتر شود اما یک تعداد به با این باور هستن که نه در میان این مهاجران کسانی هم هستن که ما میتونیم از اونها به عنوان یک نیروی بشیر در داخل افغانستان برای تحول در افغانستان استفاده بکنیم در کنار که بحران خلق میکنه فکر میکنین چقدر میتونه فرصت ها رو برگشت این مهاجر به افغانستان فراهم بکنه سیاست دو منبع مهم قدرت داره یکیش منابع اقتصادی است و دو منابع بشری است ما بسیار افراد ورزیده داریم که در پاکستان درس خوانده خصوصا در بخش‌های اقتصاد، آیتی، تکنولوژی و نوآوری، امنیت معلوماتی، بخش‌های حکومتداری در کل در بخش‌های فایبر نوری، در بخش‌های نکسا، در بخش‌های اما تلکام یعنی امو یکی از بخش‌های مهمی که میتونه کار آفرینی بکنه این بخش نوآوری است که پاکستان در این بخش‌ها بسیار خوب است و افغان‌های خوب وجه درس خواندن تا میشه که از ظرفیت از اونها استفاده شود وقتی که فرصت‌ها برای کسایی که منابع بشری هستند در داخل حکومت برشان زمینه ها فراهم شوه و اونا بین در داخل افغانستان و از جوان های که در داخل افغانستان هستند حکومت استفاده بکنند این بسیار میتونم و قسمی که شما فرمودین یک فرصت خوب باشه برای افغانستان و برای حکومت افغانستان چون جوانان ماشین های یا پرزه های ماشین اقتصاد یک کشور است که اگر از اونها استفاده شوه بر اقتصاد کشور بسیار مؤثر و مف مفید میشه بلد. و بعضی تشویش هایی را که مردم خلق میکنه که یکی بخش سوال شما بود که اونا میگن که وضعیت اقتصادی و یا تورم زیادتر میشه مشکلات انفلشن در داخل افغانستان ایجاد میشه بعضی ها میگن ما طرف ستاک فلشن میریم این تشویش هایی را که برای مردم خلق میکنند دید مردم مسلمان مسلمانان است که بسم الله الرحمن الرحیم لا خوف علیهم ولا هم <میح زنون> مسلمان ها باید ترس نداشته باشند ناامید نباشند نا مؤمن و مسلمان باید به با گوهر شادی وصل باشه مؤمن و مسلمان باید اشن بشن و بسام باشه دلگرم باشند گشادروی باشند و بسام باشند و درست. باید ناامید نباشند نا و امی این نهادا فکر میکنین چکرس نگرانی هم که کردن و از پاکستان هم که خواستند که با صحبت هایشون هم تاثیر گذار نبود نگرانیشون هم جای نگرفت چی مسئولیت در داخل افغانستان افغانستان وقتی رسیدگی به مشکلات همین معاشرین حداقل در این محدوده ای که افغانستان از جغرافیه چه مسئولیت حداقل متوجه شون میشه خب مسئولیت ادبای کشور مسئولیت درجه اولش برای حکومت حاکم است و مسئولیت سانایی و اخلاقی یا مسبب اصلی وضعیت بد اقتصادی در داخل امه. افغانستان همین غرب و سازمان ملل و ناتو بودند اینا مسئولیت درجه اول از دید ما همیست که باید سازمان ملل برای وضعیت مهاجرین رسیدگی بکنه هم مسکن برشان فراهم بکنه هم کار برشان ایجاد بکنه امه. و هم فعلا در یه وضعیت بد زمستان هم برای مهاجرین رسیدگی است. بسیار تشکر اخوی دکتر جنت فهیم چکری و دانشگاه تنشکا از حضورتون در برنامه و در در از که دعوت ما رو پذیرفتین و حضور یافتین تشکر از دعوت بسیار تشکر و از اون بینده با ترتیب می میرسیم و پایین محور از حضور شما هم سپاس گذارم شبتون بخیر